سیاست اصولی دولت 13 دولت آقای دکتر رئیسی مبنی بر این هست که اقتصاد و معیشت مردم رو به روند مذاکرات رفع تحریم گره نزنه. این یک رویکرد اساسی است. رویکرد دیگر هم این هست که جمهوری اسلامی ایران به روند مذاکره به عنوان یک انتخاب جدی ملتزم هست و پایبند هست و این مسیر رو تا زمان دستیابی به یک توافق خوب، قوی و پایدار ادامه خواهد داد. ما به این مسیر ملتزم هستیم. در همین راستا هم جمهوری اسلامی ایران میز مذاکرات رو ترک نکرد. خب مستحضر هستید که روند مذاکرات در وین چند ماه ادامه پیدا کرد. گام دیگری از مذاکرات بعد از یک دوره وقفه در دوحه قطر انجام شد. واقعیت این هست که فارغ از مواضع رسانه‌ای که بعضاً به ویژه مقامات دولت آمریکا اتخاذ می‌کنند در خصوص روند مذاکرات، فشارهای روانی که مطرح می‌کنند، انتظارات و توقعات یک جانبه‌ای که از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه می‌کنند مبنی بر اینکه ایران باید سریعاً به تصمیم برسه و یا تأکید می‌کنند که زمان محدوده و باید ایران در کوتاه مدت جواب بده، واقعیت امر این هست که ایران در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نه احساسی عمل میکنه و نه شتاب زده عمل میکنه و نه منافع اساسی کشور و ملت رو قربانی روند شتاب زدگی خواهد کرد. روند گفتگوها از طریق کانالهای ارتباطی ادامه داره، هم در سطح مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با آقای مورا گفتگوها و تماس‌ها و تبادل پیام‌ها هست، هم در سطح وزیر محترم امور خارجه با آقای بورل ما گفتگوها و تبادل پیام‌هامون هست. پیشنهادات مختلفی تا الان رد و بدل شده و برخی کشورهای دیگر هم در سطوح مختلف از جمله وزرای امور خارجه کشورها با نگاه دوستانه مبتنی بر مساعی جمیله ورود کردند و دیدگاه‌های رو مطرح کردند، پیشنهاداتی رو مطرح کردند برای نزدیک کردن دیدگاه به هم دیگر، ابتکاراتی مطرح میشه. توی منطقه خود ما وزرای خارجه برخی از کشورهای دوست از جمله عمان، از جمله قطر، عراق تلاش‌هایی رو در این زمینه انجام دادن و میدن. کشورهای دیگری هم در این زمینه دوردست ورود کردن در حوزه اروپا، به طور مشخص ایتالیا، فرانسه در این زمینه تلاش‌هایی رو مبتنی بر حسن نیت برای ایجاد نوعی نزدیکی بین دیدگاه‌ها رو مطرح کردن. خب هر کدوم دارن به سهم خودشون تلاش‌هایی می‌کنن. واقعیت امر اینه که ما در رسیدن به یک توافق جدی هستیم. عرض کردم و تأکید میکنم توافق خوب، قوی و پایدار و متضمن منافع دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران. ما انعطاف زیادی هم داشتیم. جمهوری اسلامی ایران تا الان ابتکارات سازنده مختلفی رو ارائه کرده و ما فکر میکنیم که اگر طرف آمریکایی هم به عنوان طرف اصلی در تعیین روند مذاکرات و گفتگوهای رفع تحریم، اگر به اندازه جمهوری اسلامی ایران سازنده و با حسن نیت عمل بکنه و به ابتکارات مثبت جمهوری اسلامی ایران واکنش مثبت نشون بده، ما معتقدیم که به توافق نزدیک هستیم. به عبارتی جمله پایانی بنده، نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران حتما به توافق فکر میکنه و علاقمند توافق در آینده نزدیک انجام بشه و شکل بگیره، اما
قطعا احساسی عمل نخواهیم کرد و منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملت رو مد نظر قرار خواهیم داد.